با فهیمه خضر حیدری روزنامه‌نگار اینجا در استودیو هستیم تا یک سال گذشته و در واقع دستاوردها رو با هم یک ارزیابی داشته باشیم و نگاهی داشته باشیم به پیش روی این جنبش. خانم خضر حیدری، قبل از اینکه سوال خودم رو بپرسم یک اشاره داشته باشم که روز گذشته در نشستی که در پارلمان اروپا بود، 27 حدود 27 نماینده پارلمان اروپا شعار زن زندگی آزادی رو نه به زبان انگلیسی، نه به زبان‌های مادری خودشون، به زبان فارسی عمدتاً در انتهای سخنرانی‌های خودشون قرائت کردن. این شعار من فکر می‌کنم که خیلی تبدیل به نماد یا یکی از مهمترین المان‌های این جنبش شده. چطور می‌بینید شما در این خصوص از شما بشنویم؟ درسته، خیلی اشاره خوبی کردید. به نظر من یکی از مهمترین گام‌های رو به جلوی جامعه ایران و ریشه دارترین دستاورد جنبش زن زندگی آزادی همین شعار زن زندگی آزادی، از یک دل یک جامعه ای که بیش از 4 دهه است که زیر بمباران پروپاگاندا و ایدئولوژی مردسالار یک حکومت مذهب خو قرار داشته، ما میبینیم که یک چنین شعار مترقی و رو به جلو و پیش روی بیرون میاد از دل این جامعه. شیوهی که مردم معترض این شعار رو به کار میگیرن، اصلا تک تک کلماتی که در این شعار گنجانده شده، تک تک این کلمات داره هدف میگیره شیوه حکومتگری و حکمرانی حکومت جمهوری اسلامی رو در بیش از 4 دهه گذشته. شعار با زن آغاز میشه، روی زندگی تأکید میکنه و به آزادی ختم میشه. یعنی در این شعار یک حرکت وجود داره، یک نقشه راه وجود داره، داره ترسیم میکنه و به جامعه این شعار میگه که ممکن نیست به آزادی برسیم در شرایطی که نیمی از جامعه فرصت برابر نداشته باشن، مشاهده پذیر نباشن و مدام حذف و سانسور و سرکوب بشن. ما میدونیم که زنان در طول این 44 سال گروهی بودن که بیش از هر گروه دیگر جمعیتی در ایران سرکوب شدن، حالا از بارزترین شکل سرکوب جنسیتی که تحمیل حجاب هست گرفته تا بقیه انواع سرکوب هایی که در جامعه ایران شاهدش بودیم علیه زنان. بنابراین این شعار داره تجربه زیسته جامعه ایران رو فریاد میزنه و بسیار دستاورد ریشه داریست. من میخوام به قسمت زندگی در این شعار هم، در این نقشه راه هم بپردازم. زندگی با تمام جزئیاتش در یک حکومت دیکتاتوری تبدیل میشه به چیز، به هر چیزی جز زندگی، تبدیل میشه به یک نمایش جعلی از زندگی در خدمت اهداف دیکتاتوری، نمایشی در خدمت دیکتاتوری که باعث میشه که ما مردم ایران در خیابانهای شهرهای خودمون شبیه خودمون نباشیم، شبیه اون تصویر جعلی باشیم که حکومت مرتجع واپسگرا میخواد از ما ارائه بکنه. مردم ایران میخوان چند روز شبیه خودشون زندگی کنن، بعد سفر کنن به ترکیه. بنابراین آن چیزی که مردم میخوان کرامت شهروندی و حق یک زندگی محترمه که دارن در شبکه‌های اجتماعی مدام میبینن که مردم در کشورهای دیگر جهان کمابیش به راحتی از اون برخوردار هستن. و خب نقشه راه در این دستاورد بزرگ جنبش زن زندگی آزادی در این شعار نشون میده که اگر حقوق زنان برابر باشه، اگر زندگی به رسمیت شناخته بشه و زندگی محترم باشه، آزادی هم در اختیار ما هست. به نظر من هیچ دستاوردی مهمتر از شکلگیری این شعار و اعتقاد عمیق معترضانی که این شعار رو تکرار میکنن به این شعار، واقعا جنبش زن زندگی آزادی نداشت. پیش از اینکه به استدیو بیایم یک گفتگوی مختصری داشتیم، اشاره کردیم به پیشینه شعار زن زندگی آزادی در اعتراض‌های مشابهی که در سطح جهان بوده. در این مورد هم اگر بیشتر برای ما بگین لطفا. بله، در این مورد صحبت می‌کردیم که اولین بار زنان مبارز کرد در کردستان ترکیه این شعار رو سر دادن و بعدها در مبارزه علیه داعش از این شعار استفاده کردن. و شعار برآمده از زنان، تجربه زنانه از جهان مرد سالاری که ما در خاورمیانه به طور مشخص شاهدش هستیم. من میخوام بگم که این شعار شاید اساساً فریاد اعتراض تمام زنان مبارز، دادخواه و ستمدیده خاورمیانه باشه علیه دیکتاتورهای منطقه. به طور مشخص اثر شعار زن زندگی آزادی رو در جامعه ایران شما چطور ارزیابی میکنید و چقدر فکر میکنید میشه چشم انداز بیشتری براش متصور بود، آثار دراز مدت به نوعی؟ من معتقدم آثار کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت داره این شعار، چرا که در واقع زن زندگی آزادی چیدمانی است برای یک تحول عمیق
و بنیادین در جامعه ایران. 44 ساله که ما شاهد یک خانش کاملا سیاسی و کاملا ایدئولوژیک و مذهب خو هستیم از زن، از زندگی و آزادی، و این شعار همه اینها رو به چالش میکشه، روی عاملیت زن تأکید میکنه، روی خوب زندگی کردن تأکید میکنه که حق ملت ایرانه، و با این تأکید بر مسائلی از جمله مسائل زنان، زندگی و بعد آزادی، در واقع یک شکلی فراتر میره از همه این جنبش های سنتی و در واقع شکل های انقلاب های سنتی که حرف‌های درشت می‌زنن، شعارهایی میدن برای ساختن بهشت بر روی زمین، و تأکید می‌کنه که ما با جامعه‌ای روبرو هستیم که خسته است از گندگویی‌ها این یک حکومت مذهب سالار که خودش رو نماینده خداوند و برآمده از آسمان می‌دونه، و این جامعه چیزی نمی‌خواد جز یک حیات مادی محترم و محترم داشته شده از سمت حکومت و به رسمیت شناخته شده، برای اینکه بتونه که زندگی مادی خودش رو آنطور که شایسته ملت ایران هست پیش ببره. در نتیجه در این زندگی مادی شایسته البته که برابری وجود داره، البته که زنان مشاهده پذیر هستن، و البته که سفره سلامت در خونه مردم ایران باز هست، بیکاری این وضعیت رو نداره، فقر این وضعیت رو نداره، و همه اینها میشه تعریف یک زندگی شهروندی که یک حیات مادی محترمه که در این شعار گنجانده شده، و به نظر من آثار خودش رو داره کم کم نشون میده، و در آینده هم ما بیشتر شاهد اثرگذاری این شعار خواهیم بود. متشکرم از شما خانم فهیمه خضر حیدری، روزنامه‌نگاری که اینجا در استودیو همراه ما بودید.